بینندگان گرامی میراث ایران گویا به برنامه هفتگی ما خوش آمدید. امروز قسمتی از مقاله‌ای که در شماره تابستانی سال 1384 درباره مرحوم نادر نادرپور نوشتم برایتون بازگو میکنم. شبی یار عزیزمون مرحوم آراکل خاجه‌توریانس به یاد بوده نادر نادرپور برنامه گذاشته بود و عده ای از فرهیختگان و نخبگان را دعوت کرده بود. در مهمانی قبل از آن برنامه دوستانی نظیر فاضلی، نظیر جهانگیر صداقتفر و مسعود سپن و عده دیگه جمع شده بودند و به یاد نادر نادرپور سخنها می گفتند. یکی از مهمانان ناگهان شروع کرد به گله از مرحوم نادر نادرپور و گفت که این شخص مردی کج خلق و اصولا خودخواه و گوشه‌گیر بود و نادر نادرپور معمولا جواب رد به بسیاری از برنامه های سخنرانی و شعرخوانی که از وی دعوت میکردن جواب رد میداد و حضور به هم نمیرسان. در این میان با خاطره خوبی که از مرحوم نادر نادرپور داشتم با اجازه همسرم ناهید احکامی گفتم عزیزان، نادر نادرپور مردی بسیار متواضع، مردی بسیار خجول و مهربان و دوستی وفادار و فداکار بود. ایران را از صمیم قلب دوست داشت و عاشق ایران و آزادی و استقلال ایران بود. شعرهای محکم و بسیار قدرتمندی که نادر نادرپور در مبارزه با رژیم گفته بود بسیاری از حضار شاید در خفا خواندند و میخوانند، ولی در ظاهر از نادر نادرپور فاصله میگیرند. سخنرانی های زیادی که برایش ترتیب داده بودند با تهدیدهای غیر مستقیم مردم را از شرکت در آن سخنرانی ها باز می داشتند، چه در واشنگتن، چه در لندن و چه در برنامه های شعرخوانی و درس های ادبی که برای نادرپور در سان دیگو گذاشته بودند. روز به روز تعداد حاضرین کمتر می شد به خاطر تهدیدهای خارجی. در یکی از مهمانی هایی که برایش در نیوجرسی با همکاری همسرم ناهید احکام گذاشته بودیم، نادرپور عزیز در نیوجرسی آمد، ولی شاهد بسیار سنگندازی ها و تخته ها و تهدید های بعضی از بدخواهان بودیم. اما نادر نادرپور با شجاعت بسیار زیادی شعرهای کوبندهش را می گفت، ولی در خلوت مردی همانطوری که گفتم بسیار مهربان، مردی خجول، مؤدب بود و ترجیح میداد مانند شمعی آب شود و بسوزد، اما حتی به موری و انسانی لطمه نزند. سخاوت بسیاری داشت و از تملق و گفتار ناپسند کنار گیری میکرد. نسل جوانی را که بعد از انقلاب به دنیا آمده و امروز 20 ساله و 30 ساله و حتی 40 ساله هستند، از دیدن چهره‌ها و شخصیت‌های بزرگ ادبی معاصر نظیر وی، از خواندن اشعار و نوشته‌ها و گفته‌ها و از شنیدن صدای مردانه او محروم ساختند. یادم میاد روزی که به وی گفتم در تهران کتابی راجع به شعرهای معاصر به چاپ رسیده و 20 صفحه از آن به اون اختصاص داده شده و گویا نویسندهش شاعر معاصر جناب سپنتا می باشد، با نهایت تعجب گوش داد و سکوت کرد و گفتاری از وی نشنیدم و عکس العملی ندیدم. عزیزان، تا بزرگان ما زنده هستند و دسترسی به آنها داریم،
قدر آنها را بدانیم و ارزش آنها را بسیار بدانیم. ولی روزی که نادر و نادرپورها در این دنیا نیستن، اقلا شاید راههایی باشد که بتوانیم به شناساندن آنها به نسلهای آینده کمک بکنیم. روز خوب و آینده خوبی را برای شما عزیزان آرزو میکنم.